لو رفتن علت جدایی رامبد جوان و سحر دولتشایی بعد از ده سال آیا خیانتی تو کار بوده یا چیز دیگه ای بوده با ما همراه باشید یه مروری این قضیه رو انجام میدیم و هواشیش رو بهتون میگیم و صحبت های سحر دولتشایی رو هم میشنویم سلام سلام چطوری رفقا به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی, خیلی خیلی خوش اومدید امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضا به کام باشه خب قطعا یکی از جنجالی ترین طلاق های دهه اخیر رو میتونیم به جدایی رامبد جوان از سحر دولت شاهی بدونیم جدایی که جدایی که از ابعاد مختلف هم عجیب بوده شو هم غیر منتظره اما سحر دولت شاهی اون زمان که هنوز از رامبد جدا نشده بود توی یه مصاحبه ای, ای به اختلافش با رامبوت کرده بود و در مورد علت جداییشون پیش بینی هایی رو انجام داده بود اون توی این مصاحبه گفت من و رامبوت کنار هم خیلی خوشبخت هستیم و تنها چیزی که ممکنه یه روز ما رو از هم جدا بکنه و به فکر طلاق بیفتیم اینه که برا هم دیگه عادی بشیم و دیگه اون جذابیت و شور و نشاتی که امروز داریم با هم دیگه نداشته باشیم اون وقتی که قطعا به جدایی و طلاق فکر میکنیم رامبود جوان سه بار تا به حال ازدواج کرده و با همسر اولش خانم ماندانا روحی از سال 83 تا 87 زندگی کرد و با همسر دومش سهر دولتشایی از 87 تا 93 و با همسر فعلیش هم نگار, نو... جواهریان از سال 95 ازدواج کردن و در حال حاضر هم با هم هستند. ولی از طرف دیگه سهر دولتشایی از ازدواج اولش با رامبوت بود و بعد از رامبوت هم با همایون شجریان ازدواج کرد بریم قسمت های از صحبت های سهر دولتشایی در مورد علت طلاق و جدایشون بعد از ده سال بشنویم چی باعث میشه زندگی آدم نفس بیفته؟ چی باعث میشه زندگی آدم راکت بشه؟ چی باعث میشه که زوغی مثل این ذوق این انسان دوست داشتنی که آدم حلاکش میشه تو حرف زدن. یه رخ بربنده و بگو دلیل خاموشی زندگی میتونه چی بشه؟ که عادی بشه یعنی همه چیزای شگفت انگیزی که روزانه اتفاق میفته عادی بشه دیگه نبینیمشون این خطرشه بله سهر دولتشوی متولد سال 58 هست و کارش رو با تاعت شروع کرد اون لیسانس رشته ادبیات نمایشی از دانشگاه سوره و لیسانس مترجمی زبان فرانسه رو از دانشگاه آزاد داره و فعالیت هاش رو با تئاتر دانشجویی آغاز کرد. فعالیتش توی سینما از سال 83 با فیلم سینمایی فرزند صبح و سال 86 با سریال کتاب فروشی هوتوت وارد قاب تلویزیون شد. اون اسفند 87 وقتی که 29 ساله بود با رامبد جوان 37 ساله ازدواج کرد که 8 سال با هم اختلاف سنی داشتن ازدواجشون حدودا 6 سال به طول انجامید و در نهایت هم سال 93 از همدیگه جدا شدن شروع شهرت سهر و دولت شایی با سریال مسافران رامبود جوان بودش که توی سال 88 پخش می شد و توی اون تایم تازه با رامبود ازدواج کرده بود و خیلی هم چهره شناخته شده ای توی اون بازه زمانی نبود اون در کنار شقایق دهخان نصرالله رادش و حسن معجومی تونست خوش به درخش و خودش رو اثبات بکنه بعد از جدایی از رامبود و ازدواج رامبود و نگار جواهریان بارها توی رسانه ها خبر و شایعه ازدواج سهر دولتشایی با افراد مختلف از جمله همایون شجریان مطرح میشد ولی خب هیچ وقت این دو نفر واکنش جدی رو به این قضیه نداشتن تا اینکه حدودا دو سال پیش همایون شجریان توی مصاحبه که با عادل فردوسی پور انجام داده بود این خبر رو تایید کرد و گفتش که ما چند سالی هستش که با هم وارد رابطه شدیم همایون شجریان هم قبل از سهر دولت شایی با خانم گیتا خانساری ازدواج کرده بود و از این ازدواج صاحب یه دختر به اسم یاسمین شده جالبه که گیتا خانساری خواهر زن دوم رزا شجریان هم هست یعنی همایون عملا با پدرش باجناق بوده اما شاید خیلی شباهت زیادی رو بین رامبد جوان و همایون شجریان نتونیم قائل باشیم جالب بدونید که سحر دولتشاهی توی یه پروژه یه نمایشی با همایون شجریان آشنا شده کنسرت نمایش سی که یه تئاتر موزیکال بودش در سال 96 در کاخ سعدآباد تهران اجرا می رفتش که بازیگران اصلی این فیلم سهر دولتشایی بودن و آهنگ اون رو هم به صورت زنده همایون شجریان اجرا می کرد این همکاری در نهایت به دوستی این دو نفر خط شد و در اواخر دهه 90 با همدیگه وارد رابطه شدن و در نهایت ازدواج کردن سر دولتشاهی دو بار تا به حال برنده جایزه سیمرغ شده یه بار در سال 93 برای فیلم اصر یخبندان و یه بار دیگه هم در سال 96 برای چهار استانبول و عرق سرد توی مهر ماه سال 1401 هم در بحبه اعتراضات مردم یه عکس از سهر دولتشایی و هماین شجریان توی فرودگاه امام خیلی وایرال شد که نشون میدادش پاسپورت این دو نفر در بد و ورود به ایران ضبط شده و اونها هم عملا ممنوع خروج شدن توی اون تایم امیون شجریان تور کنسرت هاش رو توی استرالیا و چند کشور اروپایی داشت برگزار میکرد که به خاطر این اتفاق عملا تمام کنسرتاش لغ شد ماجرا هم برمیگشتش به واکنشی که هماین شجریان توی کنسرتاش به شعارهای تماشاگران و همینطور ماجرای محسا امینی انجام داده بود. ولی خب خوشبختانه برای این دو نفر و اتفاق خاصی نیفتاد و در نهایت هم پاسپورت ها بهشون برگشت داده شد و تونستن کنسرتاشون رو ادامه بدن. جالبه بدونید که شایعه ازدواج همایون شجریان و سهر دولتشایی هم اولین بار توی مراسم خاک سپاری محمد شجریان خیلی رسانه شد و حضور گرم و صمیمانه سهر دولتشایی در کنار همایون و در دایره یا خانواده نزدیک اون باعث شده بودش که خیلی از خبرگزاری ها این شایعه رو بهش دامن بزنن که در نهایت هم مثل اینکه اتفاق افتاد و در نهایت هم این دو نفر با هم ازدواج کردند. درست همزمان با پخش شدن اخبار مربوط به ازدواج سهر دولتشایی و هماین شجریان از طرف دیگه خبرهایی مبنی بر جدایی رامبود جوان از نگار جواهریان مطرح شده بودش ولی خب رامبود جوان توی اقدام جنجالی برای اینکه به شاید خاتمه بده در آخرین قسمت آخرین فصل برنامه خندوانه از نگار جواهریان دعوت کرد تا به عنوان مهمان ویژه حضور پیدا بکن و به همه شایعات پایان بده چند وقت بعد هم خبر مهاجرت رامبود به کانادا مطرح شده شو در نهایت هم بچه دار شدنشون توی کشور کانادا خب دوستان حتما نظراتتون رو راجع به هواشی و ماجرای جدایی رامبد جوان و سحر دولتشاهی برامون تو بخش کامنت ها بنویسید به نظرتون کدوم یکی از این زوج مقصر این ماجرا بودن حتما نظراتتون رو کامنت بکنید یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید